انقلاب بر سر سید علی میری، دوست داشتنی ترین بازیگر کمدی سینما، چه آورد؟ سید علی میری از محبوب ترین بازیگران سینمای فارسی قبل از انقلاب بود. سینمای فارسی از میری که زبان فارسی رو با لهجه گیلانی حرف می‌زد و عموماً در فیلم‌ها با کلاه شاپو ظاهر می‌شد، تیپ منحصر به فردی ساخت که او تا آخرین فیلمش در سینمای قبل از انقلاب اون رو تکرار کرد. میری در بیش از 115 فیلم بازی کرد که همه اونها از محصولات فیلم فارسی بود و در میان اونها به ندرت میشه به اثر هنری شاخص و قابل توجهی برخورد کرد. شاید بازی در نقشی کوچک در فیلم شب قوزی فرخ قفاری تنها فیلم هنری شاخص در کارنامه سینمایی میری باشه. کمدی میری بیشتر متکی بر کمدی کلامی بود و او با مجز پرانی ها و شوخی هایی که با لهجه گیلانی ادا می شد تماشاگران رو می خندند و سرگرم کرد. با اینکه به عنوان دوست داشتنی ترین بازیگر کمدی سینما از اون نام می برند، اما در همه فیلم ها در نقش شخصیت فرعی ظاهر می شد و شاید بشه گفت خلاقیت او لهجه گیلکیش بود. او بیشتر در نقش های فرعی و در قالب تیپ های ثابتی مثل پیشکار، نوکر، نوچه وفادار در کنار جاهل ها و لات ها و لوتی های قهرمان فیلم بازی می کرد و از بازیگرانی بود که در دهه 50 تقریبا ساخت فیلم فارسی بدون حضور اون ممکن نبود و با اغلب کارگردان‌های فیلم فارسی مثل رضا صفایی، امیر شروان، سیامک یاسمی، محمود کوشان، اسماعیل ریاحی و نصرت الله وحدت کار کرد و زوج هنری بازیگران محبوب فیلم‌های فارسی مثل رضا بیک ایمانوردی، ناصر ملک مطیعی، وحدت و منوچهر وثوق بود. غیرت، جاهل و رقاصه، کچکلاخان، این دست کجه، بده در راه خدا، گل پری جون، ناخدا با خدا، گل نسا در پاریس، دوست و پاسبان و اخم نکن سرکار از جمله محبوب ترین و موفق ترین فیلم های میری در سینمای قبل از انقلاب ایران بود. شاید یکی از مهمترین بخش های بیوگرافی سید علی میری بازی در سریال تک مضراب بوده که با نقش مهمی که در این فیلم داشت و با مهارت خودش تونست اون نقش و همچنین خودش رو در میان مخاطبان تلویزیون مطرح کنه. این مجموعه تلویزیونی یک برنامه کمدی انتقادی بود که به شکل میان پرده های کوتاه نمایشی تهیه شده بود و با نگاهی طنز به نقد روابط و مناسبت های اجتماعی مردم در جامعه می پرداخت. آخرین فیلم میری در سینما فیلم به دادم برس رفیق ساخته مهدی فخیم‌زاده بود که در سال 1357 بازی کرد و برخلاف تصور عموم در اوایل انقلاب کشور رو ترک نکرد و در وطن موند و به کشاورزی در گیلان مشغول شد و حتی چند تئاتر هم در شهر سرعین به صحنه برد. او در اواخر عمرش و برای دیدار دخترش به آمریکا رفت و مدتی در شبکه‌های ماهواره امید ایران برنامه داشت. اما دلش ایران بود و سرانجام در بازگشت دوباره به ایران در تاریخ 12 اسفند 1387 بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان آبان تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحشون شاد و یادشون گرامی. دوستان عزیز، شما کدومی که از فیلم‌های زنده یاد میری رو دوست دارید؟ لطفاً یک جمله در وصف سید علی میری دوست داشتنی بازیگر کمدی سینمای قبل از انقلاب توی کامنت ها برامون بنویسید.